خانم عمی، بذاریم با این سوال بنیادین شروع کنیم. همین اول برنامه، اساسا تعریف حقوقی حریم خصوصی یعنی چی؟ ممکنه من در ادبیات شخصی خودم یه تعریفی بکنم، ولی از لحاظ حقوق، از لحاظ قانون، حریم خصوصی چه معنایی داره؟ اگر که بخواید از لحاظ قانونی مفهوم رو بررسی بکنیم، تو قوانین ایران ما چیزی به اسم حریم خصوصی یا قانونی به نام قانون حمایت از حریم خصوصی نداریم. کما اینکه قرار بودش که در برنامه ماده 100 قانون برنامه 5 ساله چهارم انتهای دولت خاتمی بر لایحه حریم خصوصی و حقوق شهروندی به مجلس برده شد و قرار بودش که در دستور کار مجلس قرار بگیره، ولی زمانی که دولت خاتمی کارش تموم شد و دولت بعدی اومدش، این لایحه رو مسترد کردش و این مسئله مسکوت ماند تا اینکه همون موقعی که این لایحه از مجلس اومد بیرون و این تبدیل به قانون نشد، این برای حقوق شهروندی، لایحه حقوق شهروندی تبدیل به قانون نشد و اومد بیرون، در همون موقع بودش که فیلم خصوصی از یکی از شهروندای ایرانی در جامعه پخش شد و فروش خیلی بالایی داشت، گردش مالی خیلی بالایی داشتش و صدای مردم در اومدش که حریم خصوصی ما رو کی حمایت میکنه، تا کجا مردم دستشون بازه که به این حریم خصوصی ما وارد بشن و یا دولت وارد بشه و کی میخواد از ما حمایت بکنه. و همین شدش که دنبال ماده قانونی میگشتن که بر اساس اون مجرم و مجازات بکنن و از مردم حمایت بکنن و همچین قانونی تو مملکت ما وجود نداشتش. ولی خب بلا فاصله اومدن یه قانونی برای جرایم کامپیوتری و برای مسائل اینترنتی و کامپیوتری اومدن، یه سری سریع اومدن تدوین کردن، ولی چیز خاصی به اسم قانون حمایت از حریم خصوصی و یا تعریف حریم خصوصی در قوانین ایران نمیبینیم. ولی کما اینکه در قانون اساسیمون اصول متعددی هستش، ماده 22، ماده 23، 24، 25 و یکم ماده 28 قانون اساسی اومده راجع به حریم خصوصی صحبت کرده و گفته که باید به مسکن شما، به مال شما، به جان شما و به مکاتبات شما باید احترام گذاشته بشه. حق تفتیش و بررسی ندارن، کسی حق نداره نامه های شما رو باز بکنه، کسی حق نداره که به منزل شما وارد بشه بدون اجازه شما. اومده تو این مواد قانون اساسی این حق رو برای شما در نظر گرفته، ولی انتهای این مواد قانون اساسی که قانون مادر مملکت ما هستش اومده مگر اینکه با اجازه دادگاه، مگر اینکه نظم عمومی، مثل همین دروغه، دروغ نگو مگر اینکه حالا مصلحتیشو بگو. اینجا هم اومده گفته که منزل شما حریم خصوصی، قانون اساسی اومده گفته منزل شما حریم خصوصی، کسی حق نداره به حریم خصوصی شما وارد بشه مگر اینکه دست همه رو باز گذاشته، مگر اینکه اجازه میده که شما وقتی که عروسی دارید، وقتی که مهمونی دارید، وقتی جشن فارغ التحصیلی دارید، این مگر اینکه به بازپرس کشیک قزوین این نامه رو میده، این اجازه رو به این مقامات دولتی میده که بیان تو مهمونی شما وارد بشن، شما را دستگیر بکنن، ببرنتون یک روزه جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن، حکم بررسی بکنن، مقدمات جرم بررسی بشه، شما رو مجرم تشخیص بدن، کیفرخواستتون هم بدن، رأیتون هم بدن، همون موقع هم رأیتون قطعی بشه و همون موقع هم تو اجرای احکام شلاق هم زده بشه و بعدش بگن هورا ما یک روزه دادرسی رو عدالت رو اجرا کردیم. این معنی نداره اصلا. این میدونی داستانش چیه؟ داستانش اینه که یه مدتی بودش که قزوین الان توی ایران یه مقدار شهرت پیدا کرده دانشگاهش. یه مدتی که من خودم دانشجو بودم، رودهن اینطوری بودش که فکر میکردن که دانشگاه‌های رودهن دیگه چه خبره، چقدر خوب، و الان قزوین به این صورت هستش. توی یکی از خیابونای قزوین که من اسمشو به خاطر ندارم، 7 تا دانشگاه آزاد و دولتی و غیر انتفاعی هستش. یه دونه کتابخونه اونجا نیستش و یا کتاب فروش
فروشی و حدود 80 تا فست فود هست و خیلی باعث شدش که این شهر حالت فانتزی به خودش بگیره، دانشجوهای جوون و همه سنای پایین و پارتی ها، مهمونی های دانشجو اونجا زبون زده عام و خاص بشه. برای همین این مراجع قانونی و قضایی که این کار رو انجام دادن، همچین دستگیری رو انجام دادن، میان همه با خیلی خوشحالی و با درس عبرت دادن به مردم از این صحبت میکنن. میگن ما مدت ها در کمین نشسته بودیم که یکی از این پارتی ها رو بگیریم، 99 ضربه شلاق بزنیم بهشون که درس عبرت باشه. منتظر بودن آقای زمانی که این کار رو انجام بدن تا ایجاب رعب و وحشت بکنن، بگن فکر نکنه دانشجویی که توی قزوین هستید اصولاً بچه های تهران هستید، اصولاً وضع مالی بالایی دارید، چون به هر حال خانوادهتون تونستن که مخارج شما رو تأمین بکنن که برید توی شهر دیگه درس بخونید، فکر نکنید همچین خبرهایی هستش. منتظر بودن که حتی اجرایی هم همچین چیزی و همچین محاکمه یک روزه ای رو تایید کرده، گفته که گود جاب بهشون داده که باری کلا این کار رو کردید و گفت و خودشون رسما گفتن که ما این مسئله رسانه‌ای می‌کنیم و به گوش همه می‌خوایم برسونیم که درس عبرت باشه. این نکته ای که در بسیاری از قوانین جزایی جمهوری اسلامی معنا داره، حکم شلاق در ملأ عام، اعدام در ملأ عام، و این عملا به گونه‌ای طراحی میشه که این حکم‌ها بتونن همون ایجاد احساس رعب و وحشت که شما می‌فرمایید رو داشته باشن. ولی نکته من اینجاست، اساساً چرا با مجازات شلاق با این قضیه برخورد می‌کنن؟ آیا مجازات شلاق مجازات غیر انسانی محسوب نمی‌شه؟ از مصادیق شکنجه دقیقاً نیست؟ دقیقاً هستش. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی مجازات شلاق جزء مجازات نیستش، بلکه جزء شکنجه محسوب میشه، رفتار غیر انسانی هستش. ولی توی قانون مجازات اسلامی، یادتون باشه بعد از قانون مجازات ما کلمه اسلامی هستش، بعد از یعنی این کلمه اسلامی اسلام اومده، یعنی بر اساس قوانین شریعت فقهی، بعد از قصاص، بعد از قطع عضو، شلاق سومین مجازات شدید توی قانون مجازات اسلامی ما هستش که بازم شلاق 39 بار توی قانون مجازات اسلامی کلمه شلاق آورده. یعنی برای 39 جرم این رو لحاظ کرده. 39 بار، بله 39 بار. حالا حالا جرم میتونه حد، مثلا حد باشه، مثلا حد زنا باشه، حد برای مشروب خوردن باشه، میتونه ایجاد آسیب بدنی به دیگری باشه، ایجاد خسارت باشه، حد حرمت باشه، یعنی به هر دلیلی قانونگذار میتونه شلاق برای توی مجازات ها بذاره. ما هم شلاق رو توی قانون مجازات به دو صورت داریم. شلاق حدی داریم که مقدارش و چگونگیش و کیفیتش و نوعش رو در حقیقت میگن خدا تعیین کرده، قرآن تعیین کرده، به این میگن شلاق حدی. مثلا برای مشروب خوردن 80 ضرب است، نه 79 تا، نه 81، 80 ضرب است و مشخص کرده که این شلاق رو شما میشینید میخورید، وای میستید میخورید، با لباس میخورید، چقدر محکم میخورید، چجوری میخورید، قشنگ تمام دیتیلش هم برای شما توضیح داده. یعنی که اصولا خانوما میشینن شرعی میخورن. داره، بله درسته، و حکم الهی داره از بالا اومده. ولی یه شلاقی هستش که شلاق تعزیریه، بنا به تشخیص قاضی برای قانون مشخص کرده به عنوان مثلا برای روزخاری تا 74 ضربه شلاق میزنن. قاضی میتونه به شما 10 تا بنویسه، میتونه 11 تا بنویسه، یا همون 74 تا ضربه رو بنویسه، برای حد اکثر رو بنویسه. دست قاضی باز هستش. یکی از این دو نوع شلاق رو میشه خرید، درست عرض میکنم؟ یعنی یکیشو میشه با پول خرید. کدوم یکی از این دو نوع؟ همین شلاق تعزیری هستش، یعنی همینی که تعدادش دست قاضی است. بله، و همون قاضی میتونه شلاق ننویسه، میتونه جزای نقدی بنویسه، میتونه حبس بنویسه. ولی اینجا سوال پیش میادش که چرا شلاق؟ چرا شلاق؟ جوابش از من میخواید بدونید؟ بله قطعا شما من... این که میتونید این جواب رو بدید. البته این در حوزه حقوق نیستش، ولی چیزی که من خودم لمس کردم و مطالعه کردم، کنید وقتی که کسی رو شلاق میزنید اونو دارید تحقیرش میکنید. کسی که جزای نقدی ازش میگیرید تحقیر نیست، ولی کسی که داره تازیانه بر بدنش میخوره و جاش تا مدت‌ها جای زخمش میمونه و شاید اصلا دیگه برای همیشه روی پوست این جای ضربه های شلاق بمونه
و نه تنها خود شخصی که شلاق میخوره شکنجه و رنجور میشه، اطرافیانش هم همینطور. بنابراین یک درس عبرتی هم هست برای محیط و اطرافیان. پولو میده میاد بیرون میگه که شلاقمو خریدم، ولی وقتی که شلاق میخوره سرش رو میندازه پایین، درد داره، مدت ها نمیتونه حرکتی بکنه، خانوادهش همه رنجورن، همه خشم و عصبانیت دارن و دیگه اینجاست عکس العملا فرق میکنه. دیگه کسی مرتکب اون شخص و اون محیط اطراف میترسن و مرتکب اون عمل نمیشن. بعضیا هستن میان حالا بدتر میکنن، حالا دیگه داد میزنن، حالا دیگه فریاد میزنن برای حقوقشون. بعضی هم خفقان میگیرن و خاموش میشن. اشاره خیلی خوبی کردید. من خاطرم هست پیمان عارف روزنامه نگار به دلیل توهین به محمود احمدی نژاد بعد از اینکه از زندان آزاد شد برای اجرای حد دعوت شد و تعداد حالا یادم هم نیست دقیقاً چه تعداد، ولی شلاق خورد و بعد از اون بود که از ایران خارج شد و همین فریادی که شما میگید رو رساتر به زبان آورد. این مصداق شلاق زدن به در خصوص اینکه شما به یکی از مقامات رسمی توهین میکنید، این مصداق همون حد تعزیری است یا حد الهیه؟ حد الهی بیشتر راجع به شرابخواری هستش، راجع به زنا هستش، راجع به قذف هستش، راجع به بیشتر یه سری از جرایمی که بار جنسی داره هستش، بیشتر تو اون زمینه هستش. ولی واسه حد که حرمت، واسه آسیب جسمی، واسه خساراتی که به بدن وارد بدن کسی دیگه وارد میکنه، اینا رو قاضی دستشه که یا زندان یا شلاق یا جزای نقدی. خب خانم امین، یه پله برگردیم قبل از اینکه کسی مجازات شلاق بخواد بگیره. شما حمله کردید به یه خانه به عنوان مأمور قضایی، تعدادی افراد رو در سعادت آباد تهران دستگیر کردید. برای اینها اقدام میکنید به اینکه بلافاصله حکم شلاق صادر میشه. نمونه قزوین که چند هفته پیش اتفاق افتاد و نمونه واضحش بود. اساساً آیین دادرسی، همین آیین دادرسی فعلی چه پروسه‌ای رو تعریف میکنه برای اینکه این حکم صادر، قطعی و به اجرای احکام ارائه بشه؟ این رو همیشه توضیح بفرمایید. من نمونه هایی که من خودم تجربه داشتم براتون به عنوان وکیل. من توی جزیره کیش وکالت میکردم. هر روز دادگستری کیش ساعت 9 صبح باز میشدش، چون زودترش کسی توی کیش سر کار نمیره، فقط کلانتری باز بودش. من ساعت 9 صبح که میرفتم دادگستری، یه سری دختر و پسر ردیف روی نیمکت نشسته بودن و همه اینها عنوان عمل مجرمانشون رابطه نامشروع بود. مشکلی که من توی کیش داشتم، گفتم که چرا عنوان پرونده اینا رو میذاری رابطه نامشروع؟ پس فردا این دختر میخواد ازدواج بکنه یا این پسر میخواد. حالا اینها دقیقاً چه کاری کرده بودن که این رابطه؟ مشکلشون چی بود؟ شبش دوره همی داشتن، نشسته بودن، حالا مشروب بوده یا نبوده، ولی صرف این که شما توی محفلی باشید که به همدیگه محرم نباشید و رابطه فامیلی هم نداشته باشید، کما اینکه روابط فامیلی هم میبینیم که میگیرن، به این دور همیا که کی ریپورت میداد؟ همین ما مردم. تمام این مهمونی ها، تمام این بیشتر این مهمونی ها که مامورا میریزن و میگیرن، کی ریپورت میده؟ همسایه ها، دوستان، همین ما مردم ریپورت میدیم. من با یکی از بچه‌های کلانتری کیش صحبت می‌کردم، گفت ما شبا نشستیم پای تلفن الکی بنزین نمی‌سوزونیم، منتظر می‌شیم یکی از همسایه‌ها، یکی از دوستا که تو پارتی دعوت نشده زنگ می‌زنه ریپورت میده. حتی مثلا قشنگ میگن تو اون کمد مشروبم هستش. همین مردم میان، همین مردم خودشون، دوستای خودشونو به عبارتی می‌فروشن. کسانی که خودشون در یه محفل دیگری مهمانان یک مهمانی دیگری هستن که میتونن از لحاظ مقامات دولتی غیر قانونی بله. محسوب بشه. بله، و اینا دم از قانون میزنن بعضی مواقع و میان دوستان خودشون میفروشن. من دارم نمونه بارز اتفاقی که توی کیش میفته. یعنی الان ممکنه خیلی از پدر و مادرها که بیان متوجه بشن که بچه‌هاشون پرونده دارن به عنوان رابطه نامشروع، چرا یه هفته رفته بودن کیش؟ واسه یه عمر بک‌گراندشون رابطه نامشروعه. شلاق می‌خورن بین 30 تا 40 ضربه شلاق و همون روز تو همون اجرای احکام تو همون دادگاه. یعنی توی کیش، من برای 5 سال پیش دارم میگم، اجرای احکام خارج از دادگاه نبود. طبقه همکف که شعبه دوم دادگاه بود، طبقه همکف روبروش اجرای احکام بود. همون موقع که من داشتم مثلا تو اجرای احکام یه نامه رو میگفتن، همون موقع تپ 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 داشتن شلاق می‌زدن. چرا؟ مگه من تعریفم از قانون اینه که
دادگاه بدوی ایجاد میشه، رأی صادر میشه، این در حالت اجازه، این در حالت عادیه. اینا به صورت فوق‌العاده جلسه فوق‌العاده تشکیل میدن، بلافاصله رأی صادر میکنن و بلافاصله با زهر چش گرفتن از طرف میگن که بنویس اعتراضی ندارم. وقتی که شما پایین حکمتون، پایین رأیتون بنویسید که من اعتراضی ندارم، اون رأی قطعیه، همون موقع قابلیت اجرا پیدا میکنه. پس الان 20 روز حق تجدید نظر خواهی شما داریم. پس الان ما یک نکته ای رو به عنوان درس به بینندگانمون ارائه کنیم. اگر که در چنین دادگاه هایی متهم شدن، از نگارش چنین واژه‌ای پای حکم دادگاه میتونن خودداری کنن، میتونن حقشون، ولی میترسن. ولی این حق رو قانوناً من نوعی دارم. شما دارید، شما حق دارید 20 روز نسبت به رأی صادره از هر دادگاه بعدی، از هر دادگاه بعدی معترض باشید و 20 روز حق تجدید نظر خواهی دارید. اگه حالا رأی غیابی باشه واخواهی دارید. ولی عملاً به چه صورته؟ میترسن. میشه بپرسم عملاً به چه صورته؟ میترسن. همون موقع پایین رأی همین کلمه رو می‌نویسن، پایین رأی می‌نویسن اعتراضی ندارم، امضا می‌کنه، میره دم اجرای احکام وای میسته، منتظر میشه با شلاق. خب حالا اگر اینو ننویسه چه اتفاقی براش میفته؟ تهدیدی که قاضی میکنه که توی دادگاه بعدی برای تجدید نظر این رأی تو بیشتر میشه، این 20 ضربه میشه، 30 ضربه میشه، 40 ضربه میشه، 50 ضربه، شاید حبس هم بدم. میخوان این پرونده ها رو سریع جمعش بکنن، سریع جمعش بکنن و سریع طرف رو تعدیب بکنن. حالا یه سوال دارم خانم امین، آیا اساساً این امکان وجود داره که این افزایش مجازات در دادگاه تجدید نظر انجام بشه یا نه از لحاظ حقوقی؟ چیزی نیستش که ما بتونیم که بگیم که همیشه شده یا همیشه نشده. نه، چون شما نمیدونید کسی که توی تجدید نظر نشسته با چه ایده‌ای نشسته، مخصوصاً نسبت به این جرائم. یکی از قضات به من میگفتش که مشروبات الکلی که وارد ایران میشه، اسرائیل میادش با قایق، با کشتی میاره. باور کنید میگفتش که این اسرائیلیا میارن با کشتی وارد مملکتمون میکنن، با قایق میان نزدیک سواحل ایران، به بچه مسلمان ها مشروب میدن مست بکنن، بیناموسی بکنن. یعنی من واقعا شما این اندیشه قاضی رو، اصلا تصورم این هست که اگر که واژه اسرائیل و آمریکا رو از مقامات جمهوری اسلامی بگیرید دیگه حرف واسه چی برای شما میمونه. و شما فکر کنید قاضی که اندیشش اینه، من میگم قربون دستت همین 20 شلاقو بزن من برم، من خودم باشم میگم همین 20 رو بزن من برم، به خاطر که پس فردا من جاسوس اسرائیل هم نکنه. درست. باور کنید این همچین، من پروندم هم باختم سر اسرائیل. خب خانم امین، بذارید مقداری این بحث رو عمیق‌تر از لحاظ قانونی داخلش بریم. ورود یک نیروی انتظامی به یک مهمانی باید قاعدتاً حتی بر اساس همین الان هم بر اساس دستور قاضی باشه، درسته؟ آیا اصولاً این ورودها به مهمانی‌هایی که انجام میشه این حکم قضایی رو همراه دارن؟ بله دارن. یا حکم قضایی رو باید به رویت کسی برسونن نرسونن؟ بله هستش. بر اساس ماده 691 تا 694 قانون مجازات اسلامی، به حریم اومدن، به حریم مسکن و محل سکونت شما پرداختن و گفتن که هیچ کس حق ورود به عنف به منزل شما رو نداره و اومدن براش مجازات هم تعیین کردن از 6 ماه تا 3 سال حبس. گفتن هر کس که به عنف و به زور خواستش بیاد وارد منزل شما بشه محکوم به این مجازات هستش و اون منزل و اقامتگاه هم وصف مالکیت رو نذاشتن که شما به مالک اونجا باشه. شما میتونید برای مراسم عروسی اونجا رو اجاره کرده باشه یا مستاجر اونجا باشه، بنابراین وصف مالکیت هم توش نداره. اومده اینو براش احترام قائل شده، ولی در کنارش گفته که مواد 580 تا 582 قانون مجازات راجع به مامورین دولتی گفته مامورین دولتی میتونن تو این حریم وارد بشن، ولی با دستور مقامات قضایی، با دستور مقامات قضایی میتونن وارد بشن، ولی اگر باز هم این مامورین دولتی بدون دستور مقامات دولتی وارد بشن اونا هم به مجازات حبس محکوم میشن. بنابراین و خود صاحب خونه اگر که همچین حکمی نداشته باشن، حتی حکم داشته باشن ولی حق ورود به منزل رو نداشته باشن، صاحب خونه میتونه راشون نده،
حکم بخونه بگه ببخشید شما حق ورود به منزل رو ندارید، البته این در حالت ایدئال هستش و که این اصلا در شرایط کشور ما معنا نداره، چون یارو که میاد ایدئال اصلا میاد تو دیگه نمیده. اصلا میاد تو، اینقدرم صابخونه بنده خدا ترسیده و لرزیده که اینا میان تو دیگه. بنابراین قانون اومده اینجا این قسمت قانون داریم، تو قانون مجازات اسلامی هم افراد عادی رو نام برده هم مامورین دولتی رو نام برده، گفته هیچ کدوم حق ورود به منزلتون ندارن، مامورین دولتی میخوان بیان به منزلتون حکم به شما نشون بدن بعد میتونن وارد بشن، وگرنه اینها هم مجازات حبس دارن. اتفاقی که الان میفته، من برای مسئله قزوین سرچ کردن، بازپرس قزوین کیشی کشب اومده همچین حکم رو به اینا داده، یعنی بر اساس دستور مقامات قضایی رفته. ولی من چیزی که سرچ کردم و پیدا نکردم عناوین مجرمانه است که 99 ضرب شلاق برای چه جرمی. بعد ولی چیزی که نوشته بودن توی اخبار، گفته بودن نیمه اوریان بودن، مشروب خوردن، برهم زدن نظم عمومی، اخلال در نظم، مشالله شما هیچ جا که عناوین مجرمانه پیدا نکنید یه برهم زدن نظم عمومی رو که بذارید توش دیگه تموم میشه. خب البته من فقط تصورم از مهمانی که در قزوین بوده این هست که 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا دختر و پسر دور هم بودن، یه مهمونی ساده که با هم میگفتن، میخندیدن یا میرقصیدن و یه موسیقی پخش میکردن، همین بوده. این جرمه، این از لحاظ قانون جرمه. بله، ولی در واقعیت اینه که این جزء حقوق اولیه انسانی یکایی که ماست. بله، حق زندگی، حق لذت بردن از زندگی، بله حق اولیه همه ما انسان هاست. ولی توی ایران میگه که اوکی، اگر که میخواهید که همچین حقی رو برخوردار بشید، مثل همین عروسیایی که میبینید که زنونه یه طرف، مردونه یه طرف، بعد توی مردونه یه نفر میاد جوک تعریف میکنه، همه میخندن، دست میزنن، خوبه دیگه، شاد باشید. خب خیلی دیگه توقعتون شما زیاد شده. دقیقاً. حالا خانم امین، من میخوام محور بحث مقداری بیارم این سمت، ببینم اساساً آیا این قوانین و قواعدی که اتفاق میفته، از جمله همین عنوان رابطه نامشروع، عنوان ارتباط با نامحرم، چه حد این قوانین مبنای زن ستیزانه داره؟ ببینید، چون در تمام این منابع وقتی نگاه میکنید ببینید که یک به یک اینها به نوعی با جنسیت زنانه برخورد داره یا هر گونه ارتباط با جنسیت زنانه را محدود به قواعد شرعی موجود در قوانینی که فقط هم یا ازدواج هست یا محارم نزدیک هست و همین محدود میکنه. بله. تا چه اندازه روح این قوانین روح زن ستیزه؟ وقتی که من اولین باری که به صورت جدی با این مسئله روبرو شدم، قانون مدنی بود که داشتم میخوندم، راجع به ازدواج و طلاق و خانواده، حقوق خانواده داشتم تو دانشگاه میخوندم، که نوشته بود که ریاست خانواده برای مرد است و مرد هر زمان که بخواهد میتواند زن خود را طلاق بدهد، که البته این بعدن اصلاح شد، گفت هر زمان که نه، حالا بیا حقوق مالی زن رو بده بعد طلاقش بده. بله، اینطور هستش متاسفانه. حالا راجع به این مسائل، راجع به جنسیت، راجع به زن بودن، زن حساسیت هستش و زن مورد و سوژه ای شده که توی ایران حوصله‌شون که سر میره یادشون میفته که گشت ارشاد بذارن، او خانم ناخونشه، خانم گردنشه. من توی دادگاه، توی دادگستری بندرعباس، اولین روز کارم من اختار گرفتم بابت زن بودنم، نه بابت وکیل بودنم. قاضی برای من نوشت، درج در پرونده کانون وکلا کرد برای من که شما سفیدی گردنتون معلومه. یعنی نیومد به من یه اختاری بده در رابطه با وکالتم، راجب چیز، یه مسئله علمی، تحصیلی، پروفشنال، حرفه‌ای. من راجع به زن بودنم و راجع به این که حساسیت دارم و نمیتونستم مقنعه سرم بکنم، روسری سرم کردارم و اینجای من باز بود، راجع به سفیدی گردنم الان تو پرونده، تو برای من پرونده هستش. زن بودن همیشه توی ایران موضوعی بوده که راجع بهش صحبت کردن، راجع بهش جنجال به وجود اومده و فکر کنم بیشتر یه بحث جامعه شناسانه باشه، ولی خب تو بحث حقوقی هم هیچ وقت حمایتی از زنان نشد تا اینکه جنبش زنان توی ایران شروع به کار کرد. اومدن راجع به حق حضانت برای مادر صحبت کردن، راجع به حق طلاق صحبت کردن، برابری زن و مرد توی مسائل
دیه صحبت کردن که الان خب تو مسائل رانندگی الان زن و مرد یکی هستش. خب این مباحث البته جایی که واقعا در طول زمان الان خدا رو شکر با توجه به جنبشی که زنا به وجود آوردن توی ایران داره به این مسئله زنان و برابری حقوقشون رسیدگی میشه، ولی خب بحث ریشه‌ای داره، بحث ریشه‌ای و عمیقی داره. حالا جا داره که بعداً در برنامه‌های آتی حتما اگر به ما این افتخار بدید که حضور داشته باشید در مجموعه رسانه‌های افق ایران و تلویزیون اندیشه به این ابعاد بپردازیم، مباحثی از این دست رو حتما از لحاظ حقوقی روی موضوع جنسیت وارد گفتگو بشیم که جا داره. اما برگردیم به گفتمان خودمون، همین حریم خصوصی و اینکه احکام قضایی که صادر میشه میاد. خانم امین، مواردی هست که نیروهای انتظامی وارد خونه شما میشن و بعدن حکم لازم رو از قاضی کیشیک میگیرن، میگن که اون اولویتی داشته، ما رفتیم اونجا رو تفتیش کردیم و موارد مجرمانه دیدیم. حتی در نفس قانون صراحت نوشته شده که بازرسی از اماکنی که در اونها احتمال وقوع جرم داده میشه، همین که رابطه نامشروع دختر و پسر رو در یک محیط میبینن خود احتمالش. این رو موضوع جرم قرار میدن. اینها چگونه است؟ آیا واقعا کسی که مورد تعدی قرار میگیره از سوی مقامات امنیتی میتونه در یا مقامات انتظامی میتونه از خودش دفاع کنه در این زمینه؟ نه، نگاه کنید، بازم راه برای خودشون باز کردن. ما دو نوع جرم داریم، جرم مشهود و جرم غیر مشهود داریم. جرم مشهود جرمی هستش که در ملأ اون مأمور دولتی انجام در چشم و انظار اون مأمور دولتی هستش. زمانی که اون مأمور دولتی میرسه مثلا میبینه چاقو اونجا افتاده، یکی داره میدوه، یا مثلا خون ریخته، یا مثلا تو اون خونه داره اون سر و صدا میاد، بنابراین به نظر میاد اون جرم تازه یا در حال انجام گرفتن یا همین الان انجام شده، تموم شده، یا به زودی اتفاق خواهد افتاد. اینجا رو این حق میده، این جرائم مشهود این بیان در حقیقت اون موقعیت مکانی و زمانی ایجاد میکنه که این جرم مشهود برای خودش تلقی بشه و اون شخص دولتی به خودش، اون مقام قضایی یا هر کس دیگه، حالا میگم مستخدمین دولتی، به خودشون اون اجازه رو بدن که وارد اون حریم بشن چون به گمان خودشون جرم مشهود بوده. درسته. ولی جرائم غیر مشهود جرائمیه که نیاز به اعلام جرم داره. شما بیای زنگ میزنید به کلانتری میگید که همچین اتفاقی افتاده، بله تشریف بیارید. دو حالت بستگی داره که اینا چه بهانه‌ای برای ورود داشته باشن. اگر از قبل بتونن که مثل مسئله قزوین اون رأی، اون دستور قضایی رو بگیرن، به صورت جرم غیر مشهود وارد میشن. اگر نگیرن و همینطوری بخوان وارد بشن، بعدن این مقامات قضایی باهاشون همکاری میکنن، اجازه میدن و توجیه میکنن ورودشون رو و میتونن با بهانه جرم مشهود بودن وارد بشن. خانم امین، یک بحث دیگری هم که این وسط وجود داره حضور نیروهای بسیجی توی این حوزه است. قانون ضابط قضایی رو در حوزه انتظامی نیروی انتظامی تعیین میکنه، ولی ما شاهد هستیم که نیروهای بسیجی گاهی وقتا اقدام به بازرسی اتومبیل‌ها، خودروها یا حتی حضور در به صورت لباس شخصی حضور در اماکن و منازل مردم میکنن. بارها تصاویری پخش شده از ویلاها در شمال که خانواده دوستانی اقوامی دور هم جمع بودن یا حتی کسانی که فقط رفیقن با هم دیگه دور هم جمع بودن، نیروهای بسیجی آمدن، بسیج اون شهر یا منطقه وارد اون خونه شده اومدن کمک بکنن. خب هم میخوام ببینم این چه حکم قضایی داره. آیا اون بسیجی همه چیز که نباید در چارچوب قانون باشه، ما یه چیزی هم داریم به اسم فراقانونی. شما اصلا حق نداره زیر سوال ببرید نیروهای بسیج رو. اومدن خب کمک بکنم به نیروی انتظامی. خب نه، قانونا، ولی واقعا حالا درست این لبخند شما که به طنز این جمله رو میگید واقعا حرف دل مردم ایرانه که به جوک میگیرند همه این اتفاقات رو، ولی واقعا من به عنوان شهروند ایرانی که الان در یه همچین شرایطی قرار گرفتم، برای خود من پیش اومده که در ویلای من در شمال اومدن و مأمور بسیجی وارد شده و تفتیش کرده یا گشته یا ایجاد مشکل کرده. اینها چه معنایی داره؟ مامورایی که فراتر از قانون هستن مثل مأمور بسیجی تبعاتش هم برای مردم سنگین تره، به خاطر اینکه کسی که مأمور دولتی رو بهش میگی که حکمتو نشون بده، بر چه اساسی وارد منزل من شدی، حداقل آدم میگه زبونش در مقابل اینا درازه، میتونه یه چیزی ازشون بخواد. ولی وقتی که شخص فراقانونی باشه، نیروی فراتر از قانون داشته باشه، بازتاباش هم بیشتره. برادر من توی ایران با یه مأمور بسیجی با اون مشکل پیدا کرده و درگیری داشتن و بعد مأمور بسیجی رو ما با هم رفتیم بعدش ازش رضایت میگرفتیم، برگشت به مادرم گفته بودش که اون مأمور بسیجی
خدا رو شکر، برو خدا رو شکر مادر که بچه تو نکشتم. هیچ کم جوابگو نبود. اینا نیروهای فراتر از قانونن. برگشت به مادر من گفت برو خدا رو شکر کن پسرتو نکشتم، هیچ کم نمیتونه سراغ من بیاد. این نکته که شما اشاره میکنید بسیار نکته جدیه، چون من میدونم و ما رضایت اون شخص رو گرفتیم و ما رضایت این شخص رو گرفتیم. حالا همین رو میخوام بگم، همین تهدید با اسلحه یا تهدید به استفاده از اسلحه حتی برای مأمور انتظامی قانونا محدودیت هایی برش اعمال میکنه. یعنی شما حق ندارید به ضرب اسلحه در رو باز کنید یا وارد شید یا تیراندازی در محیط و حریم خصوصی افراد بکنید مگر تحت شرایط ویژه. این موارد چطور؟ آیا واقعا در مواردی که از اسلحه برای ارعاب شرکت کنندگان در یه مهمانی یا هر چیزی استفاده میشه، اینها مواد قانونی برای برخورد باهاشون وجود داره؟ در یه مهمانی که وقتی اسلحه اجرا میشه به نظر من هیچ توجیه قانونی نداره، به خاطر اینکه اگه بخواد اون مأمور بگه که من خواستم دفاع مشروع بکنم، دفاع از چی بکنین؟ تو مهمونی همه داشتن خوش میگذروندن، کسی قصد جنگیدن نداشته که با خودش اسلحه و نارنجک و چاقو و اینا برداره با خودش بیاره. یعنی هیچ توجیهی نداره وقتی که وارد یه مهمونی میشن اینطور اسلحه میگیرن، به غیر از ترسوندن طرف، به غیر از اینکه اون دختر از اون طبقه 13 خودش رو پرت کنه بندازه پایین، به غیر از این چیز و خیلی موارد دیگه بوده که ریپورت نشده. بازم تو همون جزیره کیش که من کار میکردم خیلی دست و پا شکسته بودن چون از دیوارا میپردن پایین و فرار میکردن. همین کافیه این ترس و ارعابی که به وجود میارن. وگرنه وقتی که شما با اسلحه وارد میشید جرمی هستش که لازم داره که شما از خودتون دفاع مشروع بکنید، کسی با اسلحه مگه مقابل شما وایساده؟ وارد میدان جنگ شدید، فضای خون است، وارد جنگل نشدید، هیچ توجیهی نداره. یعنی من الان هیچ صحبتی ندارم در دفاع. مثلا برای موارد قبلی بود گفتم خب قبلش رفتن حکم گرفتن یا جرایم مشهود بوده یا جرایم غیر مشهود بوده، ولی برای ورود به منزل با اسلحه من حرف ندارم واسه گفتن که بگم مثلا توجیه قانونیش بکنم، بگم بر اساس این مسئله شما میتونید با خودتون اسلحه ببرید. من هیچ توجیهی ندارم بکنم. خانم امینی، نکته دیگه که وجود داره این هست که برخی وقتا بر اساس فیلم‌هایی که پیدا می‌کنن در گوشه موبایل هر فردی به هر دلیلی او رو متهم به موارد دیگری میکنن. در مورد برخی چهره های سرشناس مثل برخی فوتبالیست ها یا هنرپیشه ها ما دیدیم که این مسئله با برخورد های تند قضایی حتی محرومیت های حرفه‌ای هم نقض حریم 100% حریم خصوصی افراد. این در مورد افراد عادی هم همینطوره؟ یعنی آیا مثلا به صرف اینکه وارد یک جایی شدن من رو بازداشت کردن، موبایل من رو تخلیه کنن، از تصاویر داخل موبایل من رو به موارد اتهامی دیگری متاسفانه همین کارو میکنن، در عمل متاسفانه این کارو میکنن و این نقض 100% حریم خصوصی افراد هستش. بکنین شما تا زمانی که آزارتون به دیگران وارد نشده، تا زمانی که حق و حقوق دیگران رو پایمال نکردید، مورد تعرض قرار ندادید، اذهان عمومی رو مقشوش نکردید، نظم عمومی رو برهم نریختید، کسی حق نداره وارد حریم خصوصی شما بشه. به کسی چه ربطی داره که شما در حریم خصوصیتون چی کار میکنید؟ اینجاست که میگن چهار دیواری اختیاری. اینجاست که دیگه این مواد اصل 22 قانون اساسی صحبت میکنه که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از هر گونه تعرض مسئول است. ولی به قول شما مگر اینکه اینجا آخه دیگه مگر این کم نمیاد. مگر این که بگن که شما توی گوشیتون چیزی داشتید که تهدید علیه نظم عمومی، تهدید علیه ارکان نظام بوده باشه. احتمالاً عکس کیم کارداشیان. همین مثلا که این روزا میگن. خب الان کیم کارداشیان رو جنبه جنسی بهش نبستن، جنبه جاسوسی بهش بستن. الان بازم برداشتن کیم کارداشیان رو از اون مسئله جنسی و فشن آوردنش کردنش تو جاسوسی. درسته. هم مسئله مشروبات الکلی برداشتن یه سرش رو گذاشتن به اسرائیل، برای همین طرف می‌نویسه من اعتراض ندارم زیر حکمش، چون میدونه ابعاد گسترده‌تری. بله خیلی سخت‌تر بعد از این دام برای شهروندی که بله. در هر محق حقوقی میفته قرار میدن که بتونن لحاظ قضایی فشار بیشتری بله. بیارن. خانم امین، وقت کوتاهی تا پایان برنامه داریم، من میخوام به طور مشخص این سوال هم ازتون بپرسم که فکر میکنید این روند دادرسی که منجر به صدور چنین احکامی میشه آیا در خارج از ایران یا در چارچوب قوانین بین المللی
قابل پیگیری در مجامع قضایی جهانی هست یا نه، به هر اون عنوانی مثلا من تحت یک چنین ظلمی در ایران قرار گرفتم بتونم پرونده ای رو برای دادرسی یا اعاده حق در خارج از ایران بر علیه قوه قضاییه ایران باز کنم؟ چیزی که عملا داره اتفاق میفته به صورت کمپین های حقوق بشری، یعنی اصولا اشخاص میگن یه دست صدا نداره. اصولا این از الان چیزی برای همین شلاق زدن کارگر معدن طلا، الان اون چیزی که اتفاق افتاده جامعه بین المللی صداش در اومده و میخوان که تشکیل پرونده بدن و از حقوق این افراد دفاع بکنن باره. در قالب یک جمع، در قالب یک گروه کارگری، و افراد میتونن از جامعه بین المللی تقاضای دادخواهی بکنن، ولی خب بستگی داره که به چه صورتی بخوان این صداشون رو برسونن، فردی بخوان برسونن، جمعی بخوان برسونن، و چقدر بخوان ساپورت بگیرن. و همه اینها مثل این طرح دعوایی هستش که شما بخواید تو مملکت خودمون ایران طرح دعوا بکنید، میتونید برید از همون قاضی که رأی نادرستی صادر کرده برید اعتراض بکنید، ولی چند درصد از افراد هستن که میرن شکایت میکنن، به غیر از اعتراض میرن از اون قاضی شکایت میکنن، آیا شکایتشون درست طرح میکنن، شکایتشون درست پیگیری میکنن، و آخر از همه آیا ضمانت اجرایی هستش؟ اساسا سیستم قضاوت و عدالت در ایران آیا اصلا ضمانت اجرایی هستش که شما این همه رفتید این طرح دعوا رو کردید آخر سر رأی هم صادر بشه ضمانت اجرایی هستش؟ بیشتر از همه من فکر میکنم که چیزی که حالا منهای مسئله قانونی باید بهش توجه داشتش بحث فرهنگ سازیه، بحث سکوت نکردنه. ما هر قانونی رو که میخواییم عوض بکنیم، هر چیز بدی رو که بخوایم عوض بکنیم، مهم اینه که به چه روشی بخوایم که با اون مقابله بکنیم. و من اعتقاد دارم به نافرمانی مدنی. نافرمانی مدنی یعنی نوعی اعتراض که همراه با خشونت نیست به قوانین حاکم. بیایم نافرمانی مدنی بکنیم. مثلا در مورد همین مسئله چگونه میشه نافرمانی مدنی کرد؟ در مورد همین اینکه نیروهای امنیتی یا بسیجی وارد نیروهای انتظامی یا بسیجی وارد مهمانی های خصوصی ما میشن. اول از همه بیایم از خودمون شروع بکنیم. من همسایه اگر که میبینم صدای موزیک همسایه هم که پارتی کرده در من اذیت میکنه، زنگ نزنم پلیس 110 ریپورت بکنم، برم دم در دم خونه همسایه‌مون بگم، چون بیشتر اینا ریپورت دوست آشناست، بیشتر این مهمونه ریپورت همسایه هاست، برم بگم که این مقدار صدای موزیک من اذیت میکنه، من مریضم، میتونم خواهش بکنم که کمترش بکنی، میتونم خواهش کنم مهموناتون جلوی پارکینگ من پارک نکنن، همه و خودمونم ملاحظه بکنیم. یعنی ما مردم از تو خودمون بیاییم فرهنگ مهمونی گرفتن و فرهنگ احترام به حریم خصوصی همسایه‌مون که 12 شب به بعده پارکینگشه، صدای موزیک راپله است، بیاییم از خودمون شروع بکنیم، بیاییم از خودمون شروع بکنیم، چون بیشتر مهمونی ها که پلیس میادش تو خونه به خاطر اینه که ما اومدیم وارد حریم خصوصی یکی دیگه شدیم، اون بلد نبوده با ما برخورد بکنه، بیاد به صورت مدنی بیاد در خونه صحبت بکنه و از ما خواهشش رو به گوش ما برسونه، براش زنگ زده پلیس 110، بعدش هم پشت پنجره نگاه کرده گفت آخش دلم خنک شد. یعنی هر چیزی که ما توقع داریم که درست بکنیم از تو خودمون درست بکنیم. یعنی در واقع شما فکر میکنید که این عدم آشنایی به حقوق یا مراوده میان فرهنگی بین خود خانواده ها و همسایگان باعث میشه که فضا و یا به عبارتی موقعیت جاسوس پروری در ایران افزایش پیدا کنه و این شرایط میشه؟ دقیقاً همینطوره. ما اگه از تو اگه میخوایم مهمونی بگیریم توی مجتمعی مثلا چه میدونم 4 طبقه زندگی میکنیم، بریم با همشون صحبت بکنیم، اونا رو هم دعوت بکنیم، هر چیزی از خودمون شروع بکنیم و زمانی که فرهنگو تو خودمون درست کردیم، خودمون آموزش دیدیم، خودمون فهمیدیم که ما چجوری بتونیم که خودمون با هم دیگه تعامل داشته باشیم، کم کم یاد میگیریم که چجوری در مقابل این قوانین بد وایسیم، سکوت نکنیم و صدای خودمون رو به مراجع بالاتر برسونیم.
و برای آیا... همچین چیزی اوکی کسی اومد دم در خونه من ازش بخوام هل نشم سر در رو باز کنم بیان تو ازشون بخوام حکمشون رو نشون بدن دستور غذایشون رو نشون بدم وقتی هم که اومدن تو بخوام که نسبت به اون چیزی که توی حکمشون نوشته بیان بازرسی و جستجو رو بکنن دیگه حق ندارن موبایل رو بردارن حق ندارن برن کامپیوتر رو بردارن نسبت به اون چیزی که توی حکم نوشته بخونیم هل نشیم بگیم در رو باز بکنیم خودمون رو تسلیم بکنیم ببینیم که اون شخص چه حدود و اختیاراتی داره شاید این دلیلی که ما در رو باز میکنیم و خودمون رو تسلیم میکنیم دلیلی که ناخودآگاه در طول این 37 سال در ذهن ما کردن که این کاری که تو داری میکنی جرم هست همین که 4 تا پسر و دختر دور هم توی این خونه هستید یا خانواده بدون رعایت حجاب اسلامی دور هم هستید این جرمه و ما تصور میکنیم که عمیقا مجرمیم در مقابل چنین رفتاری و به همین دلیلی که خودمون رو تسلیم میکنیم خب به خاطر اینکه واقعا روابط محرم و نامحرمی ما داریم یادتون باشه قوانین ما قوانین اسلامیه مجازات اسلامی قانون مدنی اسلامی همه اینا اسلامیه بله روابط محرم و نامحرم داریم ما مرتکب جرم شدیم برای همه میترسیم میگن چوب برداری گربه دوزه میترسه یعنی عملا ما خودمون رو جای اون گربه دوزه متاسفانه میذاریم بنابراین ما همه چیز بازم از خودمون شروع بکنیم همون فرهنگ سازی که شما اشاره کردید برای هر موردی که به ذهنتون برسه قبل از اینکه ما سراغ قوانین بریم باید فرهنگ سازی بشه فرهنگش مهمه کما اینکه من چند وقت پیش حالا بدم نیستش رو بخندیم یه ویدیوی خیلی کوتاهی توی فیسبوک دیدم که باباه کنار دخترش نشسته میگه که دخترم چرا برای تبلتت از این کاورا گرفتی میگه به خاطر که محافظش باشه که تبلتم خراب نشه آره بعد میگه که خب برای خودت هم حجاب بکن که محافظت باشه بکنید الان بعد از این همه سال که مردم به خاطر بد حجابی شلاق زدن الان دارن میان فرهنگ سازی میکنن از هر دو طرف اقدام میکنن هم از این سمت نه ولی فهمیدن که شلاق به تنهایی کافی نیست واسه اینکه من معامو بکنم تو حالا یادم باشه اوه من اگه واسه تبلتم کاور گرفتم خودم هم یه حجابی داشته باشم که منم خودمو کاور بکنم که خدای نکرده شکست یعنی شما میگید که نیازمند به چنین مبارزه فرهنگی در عرصه زدودن قوانین تبعیض‌آمیز یا قوانینی هست که آزادی‌های ما را ببینه از پای از خود من باید خودم به شخصا انزجار داشته باشم از جاسوسی کردن انزجار داشته باشم از اینکه وارد حریم خصوصی همسایه‌ام بشم از اینکه ساعت 12 شب موسیقی بلند داشته باشم من باید اول از همه خودم بدم بیاد بعد از اینکه اینو من تو خودم اصلاح کردم کامیونیکیت بکنم با همسایه‌ام بگم که من میتونم که یک سال اجازه دارم که بعد از این یک سال مثلا حالا نه هر شب حالا میخوام در سال یکی دو بار مهمونی داشته باشم همه چیز از ما هستش ولی وقتی که همسایه ما رو ریپورت میکنه میبرن و شلاقمون هم میخوریم تازه ما همسایه دشمنم میشیم در حالی که همه اینا رو ما میتونستیم از قبل حل کنیم خودمون حلش یعنی در غیاب یک حکومت مسئول و قوانین انسانی میتونیم رفتار انسانی رو جایگزین کنیم بله. خانم دکتر امین خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیارمون گذاشتید